سلام به ویدیو دیگه از مجموعه ویدیوهای صندلی فرست کلاس زندگی من کدام است. خیلی خوش اومدید. امروز میخوام دومین نشونه از نشونه‌هایی که اگه داشته باشین میتونین به موفقیت به طور جدی فکر بکنین اشاره بکنم. با من همراه باشید. من سینا دژنوادی هستم. اگر شما جز اون دست آدم‌هایی هستید که چیزی توی ذهنتون هست و همیشه انگیزه ای دارید که به خودتون اثبات بکنید که جایگاهتون چی هسته، شما اهل شکست نیستید، شما اهل پیروزی هستید، شما گذشتتون شما پایین نگهتون نمیداره و همیشه به دنبال پیشرفت هستید، همیشه به دنبال بهتر شدن هستید، شما اون مشخصه خوب رو دارید. همه ما آدم ها یه سری آدم های دیگه ای افرادی دوربر زندگیمون هستن که به ما شک دارن، فکر میکنن که ما آدم هایی به اندازه کافی قوی نیستیم یا طور مسیرمون به اندازه کافی محکم نیستیم. آدم هایی که میتونن توی خانواده ما باشن، میتونن توی محیط کارمون باشن، میتونن توی مدرسمون باشن، توی دانشگاهمون باشن، توی اجتماعمون باشن، به ما نگاه میکنن، تمسخرمون میکنن، بهمون میخندن. میدونم که خیلی از ماها دوست داریم به اونا ثابت کنیم که نه، ما اهل شکست نیستیم، اونا دارن قضاوت اشتباه میکنن، اونا دارن نمیدونم هر نظری که نسبت به ما دارن غلطه. درسته؟ اما مهمترین چیز برای شما این هستش که شما برای خودتون یک سری مسائل رو بتونید حل بکنید، برای خودتون بتونید اثبات بکنید. از همه مهمتر خود شما هستید. اگر به این مسئله توجه بکنید و قرار باشه توی زندگیتون همیشه این چالش رو با خودتون داشته باشید و خودتون رو برای خودتون به اثبات برسونید، شما به موفقیت دستید هست. خاطرتون باشه اگر این مشخصه رو داشته باشین و اگر همیشه یه چیزی برای اثبات کردن به خودتون داشته باشید، بگین من میتونم این کلاس رو تموم کنم، بتونم این وزنم رو بیارم به این اندازه کافی برسم، میتونم کتابم رو بنویسم، میتونم توی سوشال مدیا موفق باشم، اگر اینو داشته باشید آتش زندگیتون همیشه روشنه، همیشه میتونین به سمت جلو حرکت بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه یک مکانیزمی، یک ابزاری برای پیشرفت کردن و موفق شدن در دستتون هستش. اگر شما هم ابزاری دارین که خودتون رو به خودتون اثبات بکنید و کارهایی که توی زندگی دارین که قرار انجام بدید و خودتون رو مورد قضاوت قرار بدین، لطفاً توی زیر این ویدیو کامنت برای من بگذارید تا فردا که سومین نشونه رو خدمتتون خواهم داد. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشین. مراقب خودتون باشین.